با اینکه چین در برنامه سفر هفته آینده آقای اوباما به آسیا نیست، اما مسئله کنترل ارضی آن بر شرق و جنوب دریای چین یکی از مهمترین موضوعهای مذاکرات وی با متحدان آمریکا در آسیا را تشکیل می‌دهد. متحدان آسیایی آمریکا از این نگرانند که آمریکا نتواند به تعهداتش در قبال دفاع و حمایت از آنها ادامه دهد، چون آمریکا تصمیم به کاستن از بودجه و حجم نظامی دارد. I'm confident President Obama will give bold rhetoric reassuring our allies that من مطمئنم که پرزیدنت اوباما به متحدانمون کاملا اطمینان خواهد داد که ما همان قدرت و سرعت سابق را خواهیم داشت. اما اینکه آیا اونها بتونن این حرف رو باور کنن یا نه، این یک مسئله دیگه است. رئیس جمهوری آمریکا در این سفر از ژاپن، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین دیدار خواهد کرد. کشورهایی که در زمینه حاکمیت بر بخشی از آبها و جزایر غیر مسکونی دریای چین با پکن اختلاف دارند. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، اخیراً در چین اعلام کرد که آمریکا به چین به دیده دشمن نگاه نمی‌کند. اما واقعیت این است که از نظر دولت آمریکا رشد نظامی چین یک تهدید بالقوه تلقی می‌شود. ایلاید رتنر، تحلیلگر مسائل آسیا در مرکز امنیت آمریکایی نوین، در تایید این نکته میگوید این روزها در مورد قدرت و نفوذ ایالات متحده با توجه به بحران‌های سوریه و اوکراین سوالات زیادی مطرح است. این پیام به ویژه برای ژاپن بسیار مهم است، چون ژاپن متحد اصلی آمریکا در آسیا است و اولین روز سفر آقای اوباما به آسیا از ژاپن شروع می شود. وی پس از آن برای مذاکرات تجاری راهی کره جنوبی خواهد شد و در آنجا سعی می کند با وساطت از تنش موجود میان سئول و توکیو بکاهد. تنشی که از 100مین سالگرد جنایت امپراتوری ژاپن در کره جنوبی بار دیگر زنده شده است. از سال 1966 به این طرف آقای اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که به مالزی سفر می کند. آخرین توقف او فیلیپین است که با اینکه آمریکا 10 سال پیش کلیه پایگاه‌های نظامی خود را در آن کشور بست، اما مذاکرات آنها در زمینه استقرار دوره‌ای سرباز، هواپیمای جنگی و رزمناو در فیلیپین همچنان ادامه دارد.